عزیزان، در مورد توییت بالا که نوشتم، یک اخطار اینها بگیرن بد نیست، چون که فکر نکنم که آقا ما بالاخره، حالا درسته میگیم اتحاد، میگیم که همه کنار هم اینها، ولی فکر نکنن با دسته کورا طرف هستن و طرف مقابل و ابله فرض کنن. از این 200,000 نفری که اونجا در برلین جمع شده بودن، لااقل به جرات میتونم بگم 195,000 نفرش با پرچم های شیر و خورشید، با اندیشه ملی، همه دل در گرو ایران. حالا 5,000 نفر هم اصلا میگیم از گروه های دیگر، خیلی دیگه خوشبینانه. بعد از اینها بیای مثلا یه 10-15 نفر که اون جلو وایستادن عکس اینا رو بگیری با پرچم یک کشور دیگر، که خود مردم دلاور کردستان هم اصلا اعتقادی ندارن، آقا پرچم اقلیم کردستان عراق هست، اصلا چه ربطی داره؟ بیای این رو عکسش رو بگیری بذاری اونجا، حضور ایرانیان در بین، بعد دیدی که این اصلا شات دوربینش رو نگاه کن چجوری گرفته، میتونه از بالا بگی، چون اون بالا اون پرچم سروین عزیز هست، اون پرچم بزرگه شیر و خورشید، اونو نگذاشت، از نمایی که همه ایرانیا پرچم دستشونه نگذاشت، اومده صاف رفته یه نمای شاتی گرفته، عکس گرفته گذاشته، که اصلا فقط مغرضانه است دیگه. این دیگه هر چقدر هم میخوایم سکوت کنیم، هر چقدر هم هیچی نگیم، این مغرضانه است. خواستم به این سیما ثابت بگم که حواسش رو جمع کنه، ما بالاخره کر و کور و نفهم نیستیم که اگه سکوت میکنیم، اگه تو این مقطع چیزی نمیگیم، برای جمهوری اسلامی سوء استفاده نکنه. ولی میبینیم جمهوری اسلامی سوء استفاده داره میکنه، اتفاقا میاد همین توییت رو ور میداره، میگه که ببینید اینها اومدن تظاهرات. خب اون که حرومزاده است و کسی قبولش هم نداره جمهوری اسلامی رو، ولی این مغرض بازی های این خانم که چند بار تا حالا انجام داده، این مسئله است. مسئله دوم، مسئله سخنرانان دیروز بود. خب آقای اسماعیلیون اومد یه سری سخنرانی کرد، 3-4 نفر رو از جامعه LGBT آوردن سخنرانی. خب مگه چند درصد مردم ایران LGBT هن؟ یا اصلا 200,000 نفری که اونجا جمعن چند تاشون LGBT هستن؟ بله، خب یه نفر رو می آوردید بس بود، کافی بود. این همه آدم اونجا هوادار پادشاهی یا افراد ملی، بالاخره یه آدم ناسیونالیست اونجا پیدا نشد که اونم دعوت کنید بره اون بالا حرف بزنه. این کارها خوب نیست. این رو هم خطاب به آقای اسماعیلیون دارم میگم، که جالب نیست که از جمعیت بزرگ میهن پرستان و کسانی که دل در گرو ایران دارند بخوان که گزینشی عمل کنند و یک طیف دیگر رو بگن که آقا اینها صدای مردم ایران اینها هستند. به هر روی اتحادها رو حفظ کنید تو این شرایط، خیلی مهم هست که یک دشمن واحد داریم، اون هم جمهوری اسلامی هست. ولی این رو هم بگم، حواسمون به همه جا هست، همه چیز تحت نظر و تحت کنترل هست.